همه ساله در آستانه دهه اول محرم و آغاز تمهیدات برای زیارت عربین حسینی مقامات سازمان حج و زیارت کشور ایران از سامانه های سبت نام برای زیارت عربین نور رو نمایی می کنند که اغلب این سامانه ها به جای تسهیل این سفر زیارتی موجب ایجاد محدودیت ها شده است به گزارش هورا عبدالمجید در این زمینه توجه فرمایید همه ساله در آستانه آغاز ماه محرم و شروع تمهیدات سفر در تبار جهت زیارت عربین حسینی مقامات سازمان حج و زیارت ایران از سامانه های سبت نام رونمایی می کنند. با اوضاع ناب سامان اینترنت در ایران اغلب این سامانه ها همواره با اشکالات فنی هم مواجه می شوند و نتوانستند موجب تسهیل و تسریع و رفاه حال زائران باشند. از سوی دیگر در کنار این ثبت نام در سامانه که همراه با پرداخت مبلغی به عنوان بیمه زوار هم می باشد انگیزه های اقتصادی و منفعت طلبی نیز زوار اربعین را آزار می دهد. هرچند حذف روادید بین ایران و عراق عملا در راستای تسهیل زیارت اربعین و برداشتن محدودیت ها جهت هرچه با شکوه تر برگزار شدن این سفر صورت گرفت اما مقامات هر بار با ایجاد محدودیت هایی تلاش می کنند به جای گسترش و بهین سازی زیر لازم صورت مسئله را پاک کنند و به صورت غیر مستقیم ظرفیت حضور زوار را محدود و محدودتر نمایند. با توجه به تشدید بحران اقتصادی و گشت تورم در ایران و افزایش هزینه های سفر زیارت اربعین عملا بخشی از طبقات فرودست جامعه ایران علیرغم عشق و علاقه فراوان برای حضور در این سفر در میان جاماندگان زیارت اربعین قرار میگیرند و مسئولان به جای رفع این موانع و ایجاد تسهیلات برای این سفر هر سال از سامانه و ثبت نام و هزینه های اضافی رونمایی می کنند. آقا عبدالمجید اخبارشیه